سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، علی صوفی هستم از کانال فنکوور فاینانشال نتورک با یک فایل تحلیلی دیگه از شاخص S&P در خدمت شما هستم. خب شاخص با توجه به وضعیتی که اعلام شد به بازگشایی بیزنس ها و همچنین خبر حالا نتایج خیلی خوبی که شرکت مادرنا ارائه کرد از مرحله اول تستی که روی واکسن گرفته بودن باعث شد که یک نوسانی رو داشته باشه. بعدش خبر تکذیب شد و شاخص واکنش نشون داد، بازار ریخت، بعد دوباره گفتن که نه اوکی هستش. کلن یک روز مثبت یک روز منفی کاملا در شاخص هفته گذشته مشخص بود و به نوعی میشه گفت هفته فلت، یعنی حدوداً سایت رو داشت شاخص، نه خیلی های زیادی رو زد نه خیلی پایین رفت. بریم روی چارت ببینیم که حالا این نوسانات چه تأثیری داشته روی شاخص و چه اتفاقی ممکنه که برای هفته پیش رو که سه شنبه باز میشه، چون فردا مموریال دی هستش، بازار بسته است ولی سه شنبه بازار باز میشه، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب دوستان، نمودار هفتگی شاخص S&P رو مشاهده میکنیم. من یه مقدار چارتم شلوغه، ببخشید، ولی سعی میکنم که حالا خیلی سادهش بکنم. توی نمودار هفتگی ما یک ارزم به خدمتون تحلیلی که داشتیم هفته گذشته، این سطح 3000 رو 3019 رو به نظر من، چون این دوتا پیوت های هستش و اینجا یک بار هم برگشت خورده و ریجکت شده، میتونه سطح خیلی مهمی باشه 3019. ولی سطح 66% فیبو الان ما میبینیم که حتی نتونسته ازش عبور بکنه و سطح 78% که واقعا من منتظرش هستم، به خاطر اینکه این ترند لاین همونجور که میبینید هم سطح 78% کلا سطح خیلی مهمیه، همین که این ترند لاین الان وقتی که اینجا فیل شده تبدیل میشه به یک منطقه مقاومتی و یک حالت رزیستنس دایگونال رو تشکیل میده و این رزیستنس دایگونال دقیقاً منطبق شده بر سطح 78 فیبو. توی این منطقه که الان شاخص هست به لحاظ پرایس اکشن ما میتونیم تقریبا بگیم که شاخص داره سایت میزنه. من عرض کردم هفته گذشته هفته تقریبا فلتی بوده، ولی الان که نمودار هفتگی رو نگاه میکنم اینم نه، فلت نبوده، شاخص رشد خوبی داشته، کما اینکه یک روز منفی یک روز مثبت بوده. حالا اگر بریم توی نمودار روزانه ما بهتر مشخص میشه که الان چه اتفاقی افتاده برای شاخص. بله، این همون سطح 3000 هستش. حالا اجازه بدیم من این عدد رو اصلا این پاک بکنم و بریم اینجا روی چارت. ببینید سطح 66% فیبو کاملا مقاومت داره نشون میده، مووینگ اوریج 200 بالاش هست و خیلی به لحاظ مقاومتی و رزیستنس خیلی خیلی شرایط خاصی است برای شاخص. برای همین هم هستش که اینجا داره کانسالیدیت میکنه، ولی کانسالیدیت کردن روی محدوده، روی محدوده بالای 50% و بین 61% نشون میده که شاخص داره مقاومت خوبی رو میکنه کلن برای یک ترند سودی. الان مووینگ اوریج ها هم دارن نزدیک میشن به هم دیگه و حتی ممکنه که این اتفاق بیفته که بالای مووینگ اوریج هم بره. خب 100% اون موقع یک مومنتوم خیلی شدیدی رو توی شاخص ما میتونیم ببینیم، یعنی اگر این اتفاق بیفته و 66 شکسته بشه، مووینگ اوریج 200 هم شکسته بشه، ما مومنتوم سودی خوبی رو داریم. ولی اگر دوباره بریم به چارت هفتگی یا اصلا تو همین چارت هم میتونیم ببینیم سطح 78% فیبو اینجا هستش، یعنی اینجا قشنگ میتونه یک دابل تاپ خیلی خوب شکل بده برای شاخص اگر این اتفاق بیفته، که من واقعا نمیدونم این اتفاق میفته یا نه، به خاطر اینکه واقعا شکستن این سطوح خیلی سخت هستش و به پایین رفتن شاخص خیلی راحت تر هستش، به خاطر اینکه ما میبینیم اینجا حرکات چاپی توی شاخص بوده و این امکان وجود داره که مجددا برگرده به سمت پایین و رول اوور بشه. ما توی RSI اما چه چیزی رو میبینیم؟ توی RSI خطوط زیادی از حد، اینجا خطوط زیادی است، این همون منطقه هستش که شکسته شده. ببینید این منطقه هستش که RSI ترند نزولی شکسته شده و شما کاملا مشخصه که میبینید که وقتی که این ترند نزولی توی RSI این قسمت شکسته شده، الان ما وارد یک وضعیتی شدیم که یک رشد خیلی خوبی رو توی RSI داشتیم و این رشد رو کاملا توی قیمت میتونیم ببینیم. اما بعد از این چه اتفاقی میفته؟ الان ما
ارزم به خدمتون یک همچین فرمی رو داریم بین این پیوت های، این پیوت های و این پیوت های یک منطقه مقاومتی رو کاملا داره تشکیل میده و ببینیم این پیوت های ها کجا هستند. ما اگر این مکتی خودمون رو ببندیم که نیازی نداریم بهش، RSI هم میگه یک ذره بیشتر بکنیم، میتونیم الان ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینید این منظور من از این پیوت های ها اینجا هستش، این پیوت هایی که تقریبا آل تایم های هستش، پیوت های بعدی که اینجا بوده شکل گرفته و ما الان تقریبا به اون منطقه رسیدیم. پیوت های بعدی الان پایین تر هستش و شما نگاه کنید سه تا قله پشت سر هم داره شکل میگیره، در حالی که RSI نتونسته بشکنه. اگر این RSI بشکنه همون اتفاقی که عرض کردم میفته، یعنی به محض شکستن این RSI ما بالای 200 SMA 200 بالای این کلوز میکنیم، احتمالاً 66% رو میشکنیم و ما بلافاصله من فکر میکنم این اسپایک بزنیم به سمت 78% که میشه حدود 31-37، یعنی 3137 در دسترس میشه در صورتی که این RSI شکسته بشه. خیلی مهم هستش که این RSI شکسته بشه و اگه یه ذره زوم این بکنم مشخص میشه چه اتفاقی داره میفته. اما ما باید ببینیم که واقعا این اتفاق میفته یا نه. ما نمیتونیم همینجوری بگیم. این پیوت لوها رو همه رو میبینید توی RSI، این پیوت لوها کاملا مشخصش که یه ساختار بی‌نظمی رو شکل گرفته، اصلا من میتونم اینا پاک بکنم. و از طرف دیگه ما روی این پیوت لو، روی این پیوت لو اینجا و همینچنین اینجا ما یک فرآیند صعودی، یک روند صعودی رو داریم که اگر این روند صعودی اینجا شکسته بشه روی 50% و فکر کنم این منطقه هستش که اگر ما به سمت پایین بریک ثرو بکنیم، اون وقت ما با یک ریزش شدید مواجه میشیم. یعنی توی RSI اصلا یه همچین چیزی واقعا شوخی بردار نیستش، یعنی ما ریزش خیلی شدید رو داریم. نکته دیگه که من میتونم بگم این هستش که الان مدت هاست که استوکاستیک بالای 50% و روی اوورباد جا خوش کرده. این نشون میده که حرکت صعودی خوبی هستش. یعنی ما این فرآیند رو توی این منطقه میبینیم که وقتی که استوکاستیک وقتی بالا روی بالای 50 و روی منطقه اوورباد هستش، خب قشنگ مشخص هستش که یک ترند صعودی رو ما داریم. حالا هر چقدر که شما روی ترند صعودی باشین، اوورباد هم دریافت میکنیم و اصلا نشانه یه ترند صعودی هستش. شما اگر روی ترند صعودی اوورسولد ببینین، اونجا باید بخرین چون اونجا سیگنال خریده. ولی اوورباد یعنی این که خب این ترند داره ادامه پیدا میکنه و سیگنال فروش نیست. شاید خیلی بیان مثلا بگن چون وارد اوورباد باشه شده شورتش بکنن، ولی نه، این غلط. اما ما با این نزدیک شدن خطوط استوکاستیک و همچنین روی منطقه مقاومتی، ما میتونیم بگیم با جمع اینها، با ارزم به خدمتون مووینگ اوریج ها و همچنین فیبوناچی، ما میتونیم بگیم که الان خیلی شرایط شاخص طوری هستش که هر طرف بریک ثرو بکنه مخصوصا به سمت بالا، ما میتونیم اسپایک شدید ببینیم روی 31-37. اگر هم به سمت پایین بخوره، ما میتونیم یک ریزش خیلی شدیدی داشته باشیم. این اتفاق داره مثل اتفاقی هستش که برای طلا افتاد. اگر طلا رو هم حالا بریم ببینیم توی اون ایپکس که رخ داد، وقتی اون ایپکس به سمت بالا شکست، خیلی سریع رفت بالا ولی الان میبینید برگشته پایین و مجددا داره ایپکس رو تست میکنه. یه همچین شرایطی برای نمودارها و چارت‌ها است. اگر میخواید واقعا این رو ترید بکنید، باید برید رو تایم کوچیک‌تر، رو تایم مثلا 4 ساعته یا نیم ساعته. مثلا این تایم 4 ساعته، توی تایم 4 ساعته ما میتونیم این رو ببینیم که شرط تریدمون به چه سمتی هست، به چه نحوی هست. خب الان روی 4 ساعته ما سیگنال خرید اینجا داشتیم، نزدیک شدن به مووینگ اوریج 50 سیگنال خریدمون صادر شده. روی کجا صادر شده؟ روی سطح تقریبا مقاومتی بوده. یعنی اگر این پیوت لو رو در نظر بگیریم، این پیوت لو و این پیوت لو، خب اینها دقیقاً جایی بوده که اینجا عرضم به خدمتتون پیوت لو بوده و سطحی بوده که بالای 30%. یعنی وقتی بالای 30% به ما داره سیگنال خرید میده، یعنی همچنان ترند صعودی میتونه توی کوتاه مدت قوی باشه. اما ترند نزولی ما روی این پیوت های ها هم هست، یعنی این فشردگی رو ما کاملا توی 4 ساعت هم میتونیم ببینیم. این پیوت های ها میتونن الان اینجا، البته یک کندل آخری که زده شده، این کندل نشون داده که بریک ثرو کرده. باید ببینیم که بریک ثرو ادامه دار هست یا نه. اگر این بریک ثرو ادامه دار باشه، ما میتونیم
ببینیم RSI رو به راحتی روی اوورباوت دوباره برگرده و روی اوورباوت اینجا مقاومت هم میاد و بعد ببینیم این مقاومت آیا دوباره برمیگرده این بالا رو تست میکنه، یعنی 2798-99، یا اینکه اصلا نه اصلا اینجا رد میکنه و میره به سمت بالاتر که همون هدفهایی که عرض کردم خدمتون. شرط مووینگ اوریج ها شرط اوکی هستش، کراس اوور شده 200 هم الان اینجا ساپورت خیلی خوبی هستش روی 2853. پس توی شورت ترم و توی تایم کوتاه ما نمیتونیم انتظار شکست به پایین رو داشته باشیم با توجه به وضعیتی که ایندیکیتورها دارن به ما نشون میدن، مگر اینکه این منطقه یه چند وقتی کانسولیدیت بکنه که این RSI خودش رو وقت دوباره شکل بده و بره به سمت بالا و به سمت مقاومت قرار بگیره. بسیار خوب، این تحلیل S&P بود. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.